ابتدا ضربه جگرسوز بیماری ستونهای هستی ما را لرزاند و ما لرزیدیم، اما گمان افتادن و فرو ریختن نمی بردیم. اما اندک اندک خبر عروج در تمام اجزای هستی ما رسوخ کرد و بنیان صبوری را برانداخت. و اکنون از زیر کدام سنگ اشک آتشناک نمی جوشد؟ امام در شامگاه شنبه 13 خرداد 1368 به دیدار حق شتافته است. طی ساعت آینده تصمیم گیری سرنوشت ساز برای آینده انقلاب و نظام بر عهده اعضای مجلس خبرگان رهبری است. جلسه تاریخی در عصر روز یکشنبه 14 خرداد ماه. قائم مقام رهبری که قضیه به عزل او و سلب او کشیده شده، حدود 2 ماه است که آیت الله منتظری رسماً از جانشینی رهبری استعفا داده و امام نیز استعفای او را پذیرفته است. اما برای طی روال قانونی استعفای او در مجلس خبرگان به رأی گذاشته می شود. 2 نفر نشستن تقریبا به اتفاق آرا پذیرفته شده است. سپس بحث درباره انتخاب رهبری جدید آغاز می شود. ابتدا درباره اینکه رهبر مرجع تقلید باشد یا صرفا مجتهد باشد بحث می شود. صلاحیت مرجعیت نه به معنای اینکه الان دارای رساله عملیه تابع شده است، به معنای اینکه در حوزه های علمیه برای نسل های آینده اینا مطرحند. صلاحیت رو به این معنا گرفت. اکثریت مجلس شرط اجتهاد را کافی می دانند. اینک بحث دیگری مطرح شده است. اول باید تعیین بکنیم که شورایی باشه یا فرد باشه. این آخرین مرحله بحث پیش از نتیجه گیری نهایی است. گفتگوها در صحن خبرگان ادامه دارد. پس آیانی که میخوان راجع به فردی بودن، به شورایی بودن صحبت کنن، از اونایی که اسم نوشتن. اصل 107 قانون اساسی موجود که در سال 1358 تصویب شده بود، هر دو شکل رهبری، یعنی هم رهبری فردی و هم شورای رهبری را اجازه میداد. آقای حائری شیرازی با رهبری فردی موافق بود و در دفاع از رهبری فردی صحبت کرد. امام هم برای مسئله تمرکز در قوای مجریه، تمرکز در قوه قضائیه و جهات مختلف مثل یک مسئله ارسال مسلم بهش برخورد کردن. ذهنیت مردم هم نسبت به این قضیه یه ذهنیت جا افتاده است. اگر تفوه به شورایی در بین مردم بشه، مردم از همون احساس عدم امنیت و جهاتی دیگه میکن. نفر بعدی آقای دستقی بود که در موافقت با رهبری شورای موقت سخن گفت. در جهت شورای رهبری هیچ مهمی پیش نمیاد، ناراحتی پیش نمیاد، ولی به عنوان موقت و مردم آماده هستن. و همطورم که پیشنهاد شد، چند نفر از آقایون مجتهدین مطلق به اضافه چند نفر دیگر که به نظر بنده 5 نفر و قانون بازنگری هم تعیین میشه تا 2 هفته دیگه، خود همین به اصطلاح همین خبرگان خودشون امضا میکنن، به رأی مردم میگذارن و بعد هم به اصطلاح تصمیم نهایی رو میگیرن و هیچ مشکلی پیش نمیاد و مردم آماده هستن. ایشان همچنین اسامی اعضای شورای رهبری مورد نظر خود را اعلام کرد. جناب آیت الله مشکینی، جناب آیت الله صانعی و جناب حاج آقای هاشمی و جناب آقای خامنه‌ای و جناب آیت الله موسوی اردبیلی اینها باشند. آقای موسوی جزائری سخنران بعدی بود که در دفاع از رهبری فردی سخنرانی کرد. زعامت در اداره کشور حقیقتاً یک دخالت اجرایی است. احتیاج به مسئولی، تشخص مسئولیت و تمرکز مسئولیت داره. اداره زعامت در اداره امور کشوره، از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی، از جنبه‌های دیگه. و همونطوری که در امور قضایی عرض کنم شورا به بن‌بست رسید و به شکست رسید و همچنین در قوه مجریه حضرت امام مقرر فرمودند که
تمرکز تصویب بشه و مسئولیت اجرایی متمرکز بشه، میخوام عرض بکنم این از اونها ملاکش بیشتر درش هست، یعنی به اولویت قطعیه همون جهت رو داره. و لکن ما تجربه نکردیم، عیبش این است که تجربه ای که ما پشت سر داریم در رابطه با رهبری تجربه فردی بوده، تجربه شورایی رو نداشتیم که بفهمیم چه مضراتی داره. من پیش بینی میکنم که عرض کنم در این شرایط حساس شورایی بسیار بد باشه و همون اشکالاتی بلکه صد برابر بدتر که در امور قضایی و قوه مجریه و این نوع مسائل داشتیم همون اشکال بلکه بدتر عودت بکنه. آقای ابراهیم دشتی در دفاع از رهبری شورایی گفت در مسائل اجرایی شورا ناموفق است ولی در قانونگذاری شورا کارایی بهتری دارد. در مسائل اجرایی شکی نیست که شورا کار خراب میکنه. هیچ موفقیتی در کارهای اجرایی که به صورت اجرایی بوده نیست اصلا. اما در مسئله قانونگذاری مثلا راجع به تشخیص مصلحت مثال میزنم، شورای نگهبان مثال میزنم، هیئت دولت مثال میزنم، کارهایی که شورایی در این جاها انجام میشه بهتر از کارهای فردی نیست؟ ایشان همچنین شخصیت‌های پیشنهادی خود را برای عضویت در شورای رهبری اعلام کردند. جناب آقای خامنه‌ای و جناب آقای هاشمی و جناب آقای مشکینی، همچنین جناب آقای موسوی اردبیلی که مسلماً همینا هستند که بیشتر مسائل انقلاب را تا حالا شناختن و مسائل خارج و داخل را می‌دونند. و الان اگر چنوچه در این شورا حاجی احمد آقا قرار بگیرد، یقیناً به مراتب اثر این شورا هم در کار کردن و هم در ایجاد اون مقبولیت به مراتب بیشتره. واقعیت این بود که از ابتدای جلسه وقتی بحث شورای رهبری پیش می آمد، اسم آیت الله خامنه‌ای در همه ترکیب‌های فقهای حاضر در شورای رهبری احتمالی برده می شد. حتی وقتی آقای آذری قمی پیشنهاد رهبری آیت الله گلپایگانی را می داد، از قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای هم صحبت کرده بود. پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای ریاست محترم جمهوری اسلامی ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگانی به خبرگانم به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه. آیت الله سید علی خامنه‌ای در فروردین 1318 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید جواد حسینی خامنه‌ای، عالمی زاهد و تحصیل کرده، نزد اساتید برجسته حوزه علمی مشهد و نجف بود. آیت الله خامنه‌ای از همون دورانی که به دبستان می‌رفت، تحصیلات حوزوی را نیز آغاز کرد. دوران مقدمات و سطح را حدود 5 سال پیش پدر و اساتید برجسته حوزه علمی مشهد از جمله آیت الله هاشم قزوینی گذراند. همچنین درس خارج را قبل از 17 سالگی نزد آیت الله سید محمد هادی میلانی شروع کرد. سپس به حوزه علمی قم رفت و علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی در محضر آیات عظام امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی به تحصیل فقه اصول و فلسفه پرداخت. در اواخر سال 1343 به دلیل بیماری پدر تحصیل در قم را علی‌رغم مخالفت برخی از اساتیدش رها کرد و برای کمک به پدر به مشهد بازگشت. در مشهد به تدریس در حوزه مشغول شد و یکی از دروس او در حوزه مشهد درس تفسیر قرآن بود. در این دوران علاوه بر تدریس و تبلیغ، تحصیل در حلقه دینی آیت الله میلانی را تا سالها بعد ادامه داد. از آغاز نهضت اسلامی، آیت الله خامنه‌ای وقتی که 23 ساله بود در کنار مبارزات و امام بود و با خطبه‌های قرائی خود شناخته می‌شد. زنها و مردهای مسلمان نشون دادند که حاضرند مقاومت خود را تا لحظه آخر ادامه بدهند. تا لحظه آخری که رژیم تابوتی و ننگین جبار پهلوی در مقابل ملت شکست خود را بپذیرد، به مقابله با این ملت بیش از این ادامه ندهد. اولین بار همزمان با روزهای پرحادثه خرداد 1342 به خاطر سخنرانی‌هایش در بیرجند به دست سواک دستگیر شد. آیت الله خامنه‌ای در سال 1343
طرح تشکیلات نوین برای حوزه علمیه قم را همراه با برخی از بزرگان نهضت آغاز کرد. اما ساواک به زودی از این طرح با خبر شد و بعضی از اعضای آن را دستگیر کرد. خود آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها دور از چشم ساواک به سر می برد. به طور مداوم نیز در شهرهای بزرگ و تهران به سخنرانی می پرداخت. نخستین بار در آذر 47 بود که به دعوت آیت الله مطهری نخستین سخنرانی خود را در حسینیه ارشاد انجام داد. در همین ایام در مشهد مدرسه میرزا جعفر، مسجد امام حسن علیه السلام و مسجد کرامت را به پایگاه علم و مبارزه بدل کرده بود و از دانشجو و طلبه تا مردم کوچه و خیابان پای سخنان او می نشستند. ولی این فعالیت ها از چشم ساواک مخفی نماند. در دی ماه 1353 برای ششمین بار بازداشت شد که بلافاصله تحویل کمیته مشترک ضد خرابکاری شد. این یکی از سخت‌ترین دوره‌های بازداشت او بود، دورانی که با شکنجه‌های شدید همراه بود. در میان زندان‌ها و تبعیدها فرصتی اگر پیدا می‌کرد دست به قلم می‌برد و می‌نوشت و ترجمه می‌کرد. در دهه 40 دو کتاب مهم ضد استعماری آن دوران را ترجمه کرد: آینده در قلمرو اسلام نوشته سید قطب و کتاب نقش مسلمانان در نهضت آزادی هندوستان نوشته یکی از علمای الازهر. همچنین کتاب صلح الحسن علیه السلام نوشته شیخ رازی آلیاسین را با عنوان صلح امام حسن پرشکوه ترین نرمش قهرمانان تاریخ به زبان فارسی برگردان. برخورد ساواک با قلم و خطابه او کمی بعد شدت یافت. سال 1356 ابتدا به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان و سپس به جیروف در استان کرمان تبعید شد. قرار بود تا 3 سال در این تبعید باقی بماند. اما با شعله ور شدن انقلاب در مهر ماه 57 به مشهد بازگشت و همراه با سایر همسنگرانش از جمله آیت الله طبسی و شهید هاشمی نژاد به مبارزه در مشهد پرداخت. کمی بعد و پس از آن که توسط امام به عضویت شورای انقلاب درآمد، عازم تهران شد. کارنامه مبارزاتی و علمی آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب در کنار آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی یکی از مهمترین احزاب سیاسی بعد از انقلاب یعنی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کند. البته تمام حزب که من نمیشناختم و نمیشناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردند که من میشناختم، من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم. در این زمان از سوی مردم تهران به نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. آیت الله خامنه‌ای در اولین روزهای جنگ تحمیلی عازم جبهه جنگ شد و به همراه دکتر چمران اقدام به تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم کرد. در آخرین روزهای بهار 60 پس از اوجگیری رفتار بنی صدر که با حمایت نیروهای ضد انقلاب و منافقین کشور را دستخوش بحران کرده بود، آیت الله خامنه‌ای در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر به تشریح رفتارها و عملکردهای نادرست بنی صدر پرداخت. اقشار مختلف مردم نیز با آیت الله خامنه‌ای ارتباطی نزدیک و صمیمی داشتند. در این حال شخصیتی فرهنگی و بروز بود، به جوانان نزدیک بود، در شعر و ادبیات متخصص بود و با هنرهای روز هم آشنایی داشت. در زمان امیرالمؤمنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب ها، مظلوم بود. نمیذاشتن درس بخونه، نمیذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان های پیدا تا اینکه سوال اول رئیسشون شروع کردن جواب بدن، که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال داشتن شهر میدادن، من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود. یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد، فکر کردم که از بالا یا گوشه موشه مچه شلیک شد، که در همون حال صدای شیون و زجه و گریه مردم بلند شد و ایشون رو من دیدم که از سر به زمین افتادن. روز ششم تیر ماه 1360 که ترور شد، جراحت آن روز ممکن بود برای همیشه به زندگی او پایان بدهد. به گفته خودش، عوالمی نزدیک تا عالم مرگ را تجربه کرد ولی سرانجام بازگشت. احساس کردم که مرگ در مقابل منه،
کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان. زمانی که بازگشت، کشور در بحرانی ترین وضعیت خود بود. جنگ با یک کشور خارجی در جریان بود. رئیس جمهور قبلی فرار کرده بود. منافقین به جمهوری اسلامی اعلان جنگ داده بودند. ترورهای خیابانی شروع شده بود. مغزش زدن و استخونهای سرش اینا. همرزمان سابقش از جمله دکتر بهشتی به شهادت رسیده بودند. و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و اون مظلومیت ایشان در این کشور. تا مدت این حوادث رو من نمیدونستم و من نگفته بودم. کار طرفدارای مجاهدین، کار طرفدارای بنی صدر، کار کی اون برای من مهم نیست. نفس عمل برای من مهمه که وقتی دشمن جهانی ما به وسیله یک گروه داخلی یک چنین مسئله فاجعه اینطور پلید و خبیثی رو سازماندهی میکنه، این حاکی از نهایت عجز دشمنه. تقاضا میکنم هوشیار باشین، این نارسایی ها رو ضد انقلاب به نارضایتی تبدیل نکنه. تو هم میهن عزیز من باید هوشیار باشی. هنوز در حال نقاهت بود که رئیس جمهور جدید رجایی و نخست وزیرش باهنر نیز به شهادت رسیدند. با شهادت رئیس جمهور رجایی، حزب جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای را به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی می کند. همه چشما به او جلب شده بود. دشمنان بدونن که با کشتن ما، با شهید شدن ما هیچ تأثیری در روی ما نخواهد داشت و ما این انقلاب رو تا آخرین قطره خونمون با این طفلم ادامه خواهم. ما اینجا پاسدار هستیم، یعنی پیشمرگ مسلمان کرد. بله. شما هم اومدین رای بدین؟ بله، اومدیم به آقای خامنه ای که واقعا برای اسلام کار میکنه، واقعا برای ملت ایران کار میکنه، برای ملت شهید پرور ایران کار میکنه، رای بدین. مهر ماه 1360 وقتی آیت الله خامنه ای با 3 کاندیدای دیگر رقابت کرد، 95% آرا را به دست آورد. 95% او تا امروز در تاریخ کشور بی سابقه است. انتخاب او پایانی بر اوضاع بحرانی کشور بود. در تاریخ کوتاه جمهوری ما متاسفانه دوره ای بر این جمهوری گذشته که رئیس جمهور در فهم معنای ریاست جمهور اشتباه می‌کرد و تصور می‌کرده که ریاست جمهور یعنی سلطنت. چون این تعداد رأی داده شده به رئیس جمهور، پس رئیس جمهور مالک الرقاب این مردم و مالک الرقاب همه دستندرکاران و تصمیم گیرندگانه. این تصور در ذهن یک آدم بی اطلاع از فرهنگ اجتماعی ما و بی اطلاع از فرهنگ اسلام حاکم بود. برنامه افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان سال 1362 در انتخابات نخستین دوره مجلس خبرگان رهبری از حوزه انتخابی تهران شرکت کرد و با کسب بیشترین آرای مردم تهران وارد مجلس خبرگان شد. آیت الله خامنه‌ای به عنوان رئیس جمهور در سال 63 به سوریه، لیبی و الجزایر و در سال 64 به پاکستان و 4 کشور آفریقایی خط مقدم مبارزه با آپارتاید یعنی تانزانیا، موزامبیک، انگولا و زیمبابوه سفر کرد. اما در این میان آنچه در سفر به پاکستان رخ داد اتفاقی بی‌نظیر بود. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. The highlights. The President of the Islamic Republic of Iran held talks in Islamabad today. در فرودگاه پاکستان با استقبال رئیس جمهور و نخست وزیر روبرو شد. اما وقتی از فرودگاه به خیابان آمد، با حضور انبوه مردمی روبرو شد که به استقبال او آمده بودند. خبرگزاری فرانسه در توصیف این استقبال نوشت: هزاران استقبال کننده که تعداد زیادی از آنها صدها کیلومتر را با اتوبوس و اتومبیل‌های مزین به تصاویر آیت الله خمینی پیموده بودند،
کاملا کنترل مراسم را از دست نیروهای انتظامی خارج کرده بودند. مقامات پاکستانی نگران شده بودند چون تاکنون از رئیس دولت هیچ کشور خارجی چنین استقبالی نشده بود. دوران ریاست جمهوری آیت الله خامنه‌ای نیز دورانی از آزمون سخت الهی بود. به حرمت نظر امام و شرایط کشور و جنگ هرگز از سنگری که داشت نگریخت. و امروز هم که ایشون ریاست جمهوری و بعد از امام شخص اول مملکت هستن، من میبینم نه روحیه تفاوت داره و نه اون زندگی تفاوت داره. و اینجا این نکته دیگری که میخوام عرض بکنم، بسیاری از همدرستان و دوستان ایشون که امروز خب همشون هم به حق لقب آیت الله دارند، آقای خامنه ای در زمان تحصیل و امروز ما میدونیم که سطح سوادشون از اونها یا بالاتر بوده یا مساوی بوده، خازانه حاضر نیستند حتی در مسائل علمی که مال روحانیت هست، مال خودشون هست، از این گونه القاب استفاده بکنند. از مسئولین بلندپایه نظام بود که از همان اول جنگ شخصاً به خط مقدم سر می‌زد و با رزمندگان و فرماندهان گفتگو می‌کرد. پیش از هر چیز بایستی از خواهران و برادرانی که در این بیمارستان به خدمت مجروحین عزیز ما مشغول هستند تشکر کنم. صدات گرفته؟ صرفه هم می‌کنی؟ صرفه هم می‌کنی؟ انشالله اونم خوب بشه. از این شیمیایی دیگاره پوست بدنم سوخته لوا داره، انشالله همش خوب بشه. این نور مثل این بچه ها را اذیت میکنه، هر چی ممکنه کمتر از نور استفاده کنه. چطوری آقا خوب هستین؟ بهتر شدید الحمدلله؟ ماشاءالله خوبی آقا جون؟ ماشاءالله خب انشالله چشمتم خوب خواهد شد. بله بله همچنین در سال 66 و در اوج حملات آمریکا به ایران در خلیج فارس، آیت الله خامنه ای برای حضور در اجلاس سران ملل متحد به نیویورک رفت. آیت الله خامنه ای در نطق قاطع خود سیاست های جنگ افروزانه آمریکا را در پیش روی نمایندگان آمریکا افشا کرد. انقلاب ما ثابت کرد که می توان قدرت های سلطه‌گر را به خود راه نداد و قلدری آنان را جدی نگرفت و به آنان باج نداد، مشروط بر اینکه نقطه اتکایی قوی تر از هر قدرت مادی را باور داشت، خدا را. بزرگترین، دردناکترین و فاجعه آمیزترین خصومت دشمنان ما به راه انداختن جنگ تحمیلی بود. تحریک حس جاه طلبی یک همسایه، تشویق او به حمله و دلگرم کردن او به پشتیبانی و کمک. بار دیگر ما خود را در تلاش برای احقاق حق خود تنها یافتیم. شما صحبت تون رو امروز به خیلی از مهمانان مهم و بعد خیلی خسته است و من مطرح فرمودید که مذاکره مقامات بالای دو کشور امکان پذیر نیست. چرا؟ ما اگر بخواهیم با شما به عنوان یک شهروند آمریکایی خیلی روراست حرف بزنیم، باید بگیم به دولت شما ما هیچ اعتمادی نداریم. اگر دولت آمریکا میتوانست اعتماد ما رو جلب کنه، خیلی از مشکلات حل میشد. ما با مردم آمریکا هیچ گونه مسئله‌ای نداریم. ما ملت آمریکا رو، یعنی شماها رو، یک ملت باهوش، عالم، پرکار و جدی میدونیم و هیچ دلیلی نداره که با آمریکایی‌ها مسئله داشته باشه. اما متاسفانه
دولت شما با ما خصمانه برخورد کرده و اعتماد ما رو سلب کرده. و یک حقیقت دیگر رو هم بگم، ما تصمیم‌های دولت شما رو در زمینه‌های مختلف از جمله در رابطه با خودمون چندان هوشمندانه هم نمیاد. یک نکته دیگر رو هم بذارید اضافه کنم، چون شما یکی از چهره‌های رسانه‌ای آمریکا هستید، این رو هم بگم که ما از رسانه‌های کشور شما هم تا حدود زیادی گله داریم. بسیاری از حقایق رو درباره ما نگفتن و بسیاری از حرفایی رو که دشمنان ما می‌خواستن درباره ما پخش بشه در رسانه‌های شما گفتند. مثلا من دیروز در نطق گفتم ما بزرگترین قربانی تروریسم هستیم. ما تا حالا بیش از 1200 نفر در ماجراهای تروریستی از دست دادیم که دشمنان ما در کشور ما انجام دادن. ما بیش از 350 مورد در طول این 6-7 سال گذشته انفجار در مسجدها، در میدانها، در مراکز عمومی و نماز جمعه ها داشتیم و هیچ گونه دلیلی وجود نداره که رسانه های شما به ملت ما که ملت انقلابی و شجاع هست تهمت تروریسم بزنن. اما دولت شما متاسفانه میگه و رسانه های شما هم تکرار میکنن و کسی هم از دولت آمریکا نمیپرسه که چرا شما خودتون وقتی حمله میکنید به لیبی یا به گرانادا یا از تروریست هایی مثل اسرائیل و آفریقای جنوبی حمایت میکنید اون رو به حساب نمیارید، اما دولت ایران رو بدون هیچ گونه دلیل و مستندی و مردم ایران رو در لیست تروریست ها قرار میدید. به نظر من این جای گله فقط از دولت آمریکا نداره، بلکه یه قدری هم از شما اصحاب رسانه ها هم بایستی گله کرد. بعد از قبول قطعنامه 598، پیشروی ارتش بعثی به داخل خاک ایران ادامه داشت. در تابستان 67، آیت الله خامنه‌ای در نامه‌ای به ائمه جمعه از آنان خواست تا برای دفاع از کیان اسلام و ایران به مناطق جنگی بروند و خودشان همان روز راهی جبهه‌های جنگ شدند. تیپ امام سجاد، گردان قمر بنی هاشم. کسی رم بخیر، تو خوشحال کردید ما رو. شما مطمئن گردان هستید؟ بله بفرمایید، بزرگواری فرمایید. هر وقت من فکر اینو میکنم خودم که این جنگ و این شهادت و این میدانهای شرف و خون تموم بشه و ما بمونیم و بعد یه وقتی مثلا به تصادف بمیریم که خیلی میمیریم، از تصور این فکر خدا شاهده اونچنان قلبم فشار میاد. ای کاش به این دعاییست که از قلب ما برمیاد، ای کاش که مرگ ما هم مثل مرگ بچه های شما باشه. جنگ تمام شد و روزهای ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای نیز رو به پایان بود. خود او اما قصد داشت پس از پایان ریاست جمهوری به عنوان یک مجتهد به فعالیت علمی در حوزه ادامه دهد، غافل از اینکه آن روز 14 خرداد 1368 تقدیر دیگری برای او رقم زده شده بود. در ادامه بحث درباره رهبری فردی یا شورایی، آقای سید مهدی روحانی به دفاع از رهبری فردی صحبت کرد. اما شورا مجموعاً فرمانده های ما مثلاً 5 نفر باشن یا 3 نفر باشن، این یه همجور چیزی خیلی ناجوره. یعنی سابقه توی روایات اسلامی و تواریخ اسلامی و اینها نداره و بالاخره هم گمان نکنم که اینجور باشه که بتونه امر پیش بره. بلا شک در قصه انقلاب ما امام خودشون عرض کنم که فرمانده همه چیزا بودن و دستور میدادن و پیش میرفت. بلا شک اگر به دستور با مشورت آقایان دیگه بودن و از به این جایی که ایشون رسوندنش نمیرسید. آقای ابایی خراسانی هم میگفت اگر کسی واجد شرایط پیدا شود رهبری فردی ارجحیت دارد. وقتی مطرح میشه در جامعه هم دشمنان
از اون فرد بترسن و بهراسن و بگن استقرار پیدا کرد جمهوری اسلامی و با رفتن فردی و آمدن این فرد هیچ آب از آب تکون نمیخورد. و ضمناً دوستان هم دشمنان بترسند و دوستان خوشحال بشن. و یا یه سلسله افرادی که وقتی مطرح میشه در جامعه سکون و آرامش پیدا بکنند. و این سکون و آرامش با فقاهت و اجتهاد و اینها پیدا نمیشه. این مسئله همونطوری که مطرح شد بیشتر بر محور مدیریت، آگاهی از مسائل داخلی و خارجی. سپس ایشان نظرشان را درباره اعضای شورای رهبری اعلام کردند. سران سه قوه هماهنگ بودند، سالهای سال کار کردند در این جامعه، امتحان دادند. و اکثرا سران سه قوه اونطوری که ما اطلاع داریم در کنارشون آقای حاج احمد آقا بوده، این چهار نفر و از خبرگان هم عرض کنم که شیخ الخبرا جناب آقای مشکینی اضافه میشن و این پنج نفر رو ما پیشنهاد میکنیم. آقای حسن همتی هم معتقد بود اگر فردی واجد شرایط باشد ارجحیت بر شورا دارد. به طور کلی حکومت اسلامی چه در محور نبوت و چه در محور امامت و چه در دوره ریبت در رابطه با خالق متعال هست، در مرحله اول وقتی فرد جامع شرایط وجود داشته باشه مسئله فردی تعین پیدا میکنه. آقای جنتی در دفاع از رهبری فردی شروع به صحبت کرد و پذیرش شورایی بودن رهبری را فقط در صورت ضرورت امکان پذیر میدانست. ولی مادامی که احساس ضرورت باشه من به نظرم شورا درست نیست، چون ما اگر بخوایم به نظر حضرت امام تمسک بکنیم، ایشون برای من خیلی روشنه که نظرشون فردی بوده. همین نامه‌ای هم که برای جناب آقای مشکینی نوشتن کلمه فرد رو به کار بردن در دو جا، که اگر فردی را خبرگان تعیین بکنن و اون فرد مورد تأیید باشه ولایت فقیه را پیدا میکنه، تعبیر فرد به کار بردند. در مذاکرات خصوصی هم که بعضی دوستان داشتن باز ایشون مسئله فرد را تکیه میکردن. قبلا هم در گذشته خودشون هم وقتی صحبت میشد که دیگران هم بیان مثلا در کنار شما با هم تصمیم بگیرید و اینا، ایشون تعبیر میکردن که این معنیش اینه که من کار نکنم. و اینی که ما بگیم اگر یه کسی یه جهت این کم بود داشت اون جبران میکنه، اگر اون کم بود داشت این جبران میکنه، این واقعا یه شبه مغالطه‌ایه. برای اینکه اگر اینا رو ما بتونیم به صورت یکی در بیاریم، بله میگیم ما سه چیز میخوایم، مثلا سه عنصر میخوایم، یه عنصرش این داره، یه عنصرش اون داره، یه عنصرش این داره، جمع میشه یکی میشه، اون وقت سه عنصر رو داریم. ولی اگر فرض کنم مثلا یکی قاطعیت نداره علمیت داره، یکی علمیت داره قاطعیت نداره، ما بگیم خیلی خوب اونجا یه قاطعیت میخواد، این قاطعیت داره. قاطعیت داره یعنی چی؟ یعنی اون تصمیم قاطع میگیره، این یکی هم حاضر نیست باشه کاری بکنه، اون وقت جبران شده کم بود قاطعیت این به علمیت اون. یا اون یکی علمیت نداره راجع به قضیه مثلا نظر میده یکی هست این کار درست نیست، از نظر فقهی صحیح نیست و غلطه، خلاف شرعه. اون یکی قاطعیت داره، میخواد چیکار کنه؟ چجور میخواد علمیت این قاطعیت اونو جبران بکنه؟ آقای طاهری خرم‌آبادی پیشنهاد کفایت مذاکرات دادن در این بحث شورا و فرد. بعد از سخنان آقای جنتی، در حالی که تعدادی از اعضا برای صحبت درباره فردی یا شورایی بودن رهبری ثبت نام کرده بودند، آقای طاهری خرم‌آبادی منشی هیئت رئیسه پیشنهاد کفایت مذاکرات در این زمینه را داد. اما قبل از اینکه رأی گیری انجام شود، آقای امینی که در شورای بازنگری قانون اساسی نیز حضور دارد، یک نکته ضروری را به اطلاع اعضای خبرگان رهبری می‌رساند. بله، من یه عرض کوتاهی دارم و اون این که در مخالفت با شورایی و اون اینه که ما در این کمیسیونمون موضوع شورایی رو رد کردیم. آقای امینی می‌فرمایند چون کمیسیون مصوبش فرده و اگر تو شورا تصویب شد بعدم مشکل پیدا می‌کنه. طبعا این ما هرچی انتخاب بکنیم، ببینید ما هرچی انتخاب بکنیم حتما این محدود به
اون نیست که قانون اساسی بعداً تصویب میشه، اگر معارض با قانون اساسی در اومد خود اون باید اصلاح بشه، منطبق بشه با قانون اساسی. در نهایت برای کفایت مذاکرات رای گیری شد و کفایت مذاکرات رای آورد. خیلی خوب، آیانی که با کفایت مذاکرات در مورد شورایی بودن یا فردی بودن موافق هستند قیام بفرمایند. رای آورد، اکثریت قوی ایستادند. الان رأی میگیریم برای شورایی بودن یا فردی بودن، کدام شو اول رأی بگیریم؟ قبلا معلوم باشه این شورایی اگر رأی میگیری هر چی باشه این محدود تا زمانی که رفراندوم میشه و قانون اساسی که این تا اون زمان های نخواستیدن اعلام کنید اعلام نکنیم، ولی بر بله بله نه ولی خود به خود اینه، یعنی نشه بله در جامعه مطرح نمیشه، ولی بدونیم ما چه شورایی بشه چه فردی بشه محدود به اون زمانه. اجازه بفرمایید آیونی که میخوان رأی به فردی بدن این رو هم در نظر بگیرن که اگه تصویب شد اون فرد را پیدا میکنن یا نه، اینم در نظر بگیرن. خیلی خوب، آیانی که با فردی بودن رهبر تو این مقطع همین مقطع تا رفراندوم موافق هستن قیام بفرمایید. 44-45 نفر ایستادن فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رأی بگیریم. منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد دیگه جای صحبت نیست. وقتی رأی گیری شد و گزینه رهبری شورای کنار رفت، از میان مجلس چند نفر از اعضای خبرگان تصمیم گرفتند نام آیت الله خامنه‌ای را مطرح کنند و از آقای هاشمی رفسنجانی بخواهند تا سخنان امام درباره شایستگی آیت الله خامنه‌ای به رهبری نظام را با خبرگان ملت در میان بگذارد. اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان آقایون. آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدن که امام جمله‌ای درباره آیت الله خامنه‌ای گفتن، اگر آقایون مایلن من نقل کنم و الا بله. آیت الله خامنه‌ای هم مثل دیگر مبارزین پیشکسوت از همان آغاز نهضت اسلامی در سال 1341 همراه امام بود. امام تصمیم گرفته بودند که از دهه عاشورا، از دهه محرم که به طور طبیعی مردم در دهه محرم یک هیجان و شور و آمادگی زیادی دارند، کمال بهره برداری رو بکنند در جهت عمومی کردن و به اطلاع همه رسوندن ماجرای مدرسه فیضیه. این بود که افراد رو فرستادن به شهرستان‌ها و به همه علمای شهرستان‌ها، مخصوصاً شهرستان‌های بزرگ مثل مشهد، مثل تبریز و شیراز و جاهای دیگه، به علمای اون مناطق پیغام دادن و دستورات لازم رو به همه این آقایون دادن. خود من اونی که دقیقاً یادمه رفتم خدمت ایشون منو فرستادن مشهد و من رفتم مأمور شدم که برم خدمت مرحوم آیت الله میلانی که اون وقت شخص اول در مشهد بودن و همچنین و بقیه علمای مشهد و به اینها چند موضوع رو بگم. این موضوع ها سری بود اون روز. یکی مسئله دخالت سیاست های اسرائیلی و امریکایی در مسائل ایران بود، اینو لازم بود من برم تفهیم کنم به آقایون و براشون تشریح کنم. دوم این بود که از روز هفتم محرم تمام منبری ها و مجالس روزخانی بایستی وقف بیان حادثه مدرسه فیضیه بشه و کلن منبری ها در این جهت مطلب آماده کنن و حقایق رو به مردم بگن. امام پیش از پیروزی انقلاب در دی ماه 57 او را به عضویت شورای انقلاب انتخاب کرده بود. پس از انقلاب بود که امام در همان فروردین سال 1358 آیت الله خامنه‌ای را با حکم رسمی به محرومترین منطقه ایران یعنی سیستان و بلوچستان فرستاد. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود. زیر گنبد کبود یه جایی بود دور دور، سر راه کاروانهای غریب، دورتر از دریای شور دور دور. خانگزیده های اون روزگار پس از دهه ها ستم و محرومیت تازه با پدیده انقلاب اسلامی آشنا شدند. از بدی ما خلق
فاسق ازا وقب پناه آورده بودند به خداوند فلق. سفیر انقلاب در میان این خانگزیده ها آیت الله خامنه ای بود و خدا هم کسی را برای آنها فرستاد که نجات دهندهشان باشد. خدمت در سیستان و بلوچستان محروم و مستضعف که بخش از سالهای تبعید دوران ستمشاهی را در آن گذرانده بود به روحیه شهرت گریزی او نزدیک بود. مردم کوچک و بزرگ، زن و مرد، اما دستان مشیت الهی او را به جلوی دوربین های تلویزیونی در مرکز در تهران پردلهره آن سالها آورد. در دی ماه سال 58 بود که امام آیت الله خامنه ای را به عنوان فردی که به حسن سابقه موصوف و در علم و عمل شایسته است به امامت جمعه تهران منصوب کردند. ما از محاصره اقتصادی نمی ترسیم. اشتباه می کنند سیاست مدارانی که خیال می کنند دولت و ملت ایران از محاصره اقتصادی بیمناک است. ما بیمناک نیستیم. این ملت گرسنه نخواهد موند. این ملت به خاطر غذا و نان عقب نشینی نخواهد کرد. ما امروز وارد میدانی شده ایم که هر گونه عقب نشینی از اون میدان مرگ ایران و مرگ اسلام و پیروزی قدرت‌های مهاجم است. این ملت به اینها رضا نخواهد داد. چهار ماه پیش از شروع جنگ هم امام او و شهید چمران را به عنوان نماینده خود در شورای عالی دفاع تعیین کردند. بچه ها بشین این دقیقه من بکنم با شما صحبت کنم. قرآن همه تو بشینید. شما رو هیچ چی نیورده اینجا مگر احساس تکلیف. اینجا که چیزی نبود که شما بیایید. همه چی جای دیگه است. خوراک جای دیگه است، پول جای دیگه است، مقام جای دیگه است. نامونشون جای دیگه است. اینجا خمپاره است. اینجا گلوله توپه. اینجا آفتاب داغه، اینجا شرجیه. اگه شما تو سنگر عکس ما رو دارید، ما تو دلمون که سنگر خداست ان شاءالله عکس همه تو وجود داره. در تابستان 60 وقتی امام خبر ترور آیت الله خامنه‌ای را شنید، در پیام خود خطاب به ایشان نوشتند: اکنون دشمنان انقلاب با سوء قصد به شما که از سلاله رسول اکرم و خاندان حسین ابن علی هستید و جرمی جز خدمت به اسلام و کشور اسلامی ندارید و سرباز فداکار در جبهه و جنگ و معلم آموزنده در محراب و خطیبی توانا در جامعه و جماعت و راهنمای دلسوز در صحنه انقلاب می باشید، میزان تفکر سیاسی خود و طرفداری از خلق و مخالفت با ستمگران را به ثبت رساندند و در پایان گفتند: من به شما خامنه‌ای عزیز تبریک می گویم که در جبهه‌های نبرد با لباس سربازی و در پشت جبهه با لباس روحانی به این ملت مظلوم خدمت نموده و از خداوند تعالی سلامت شما را برای ادامه خدمت به اسلام و مسلمین خواست دارم. هر وقت به یاد این میفتم که این حادثه موجب شده که امام عظیم الشأن ما اظهار لطف کنند و در پیامشون اظهار دلسوزی بکنند و ملت بزرگ و قهرمان ما دست به دعا بردارند و دعا بکنند. در خودم احساس شرمندگی می کنم. ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم و به ایشون عرض می کنم که سر خم می سلامت شکند اگر سبوی. این آقای محترم که حالا با زحمت تشریف آوردن و من خیلی خوشحال شدم از اینکه آقای خامنه‌ای سلام الله آمدن دو حاضرن، ایشون آخه چه کرده بود؟ خب بگید آخه یه کاری، یه کار خلافی چه کرده بود ایشون که میخواستید ایشون را بکشید و موفق نشدید به حمدالله. بعد از تابستان سخت 1360 امام خمینی که پیش از این با ریاست جمهوری روحانیون مخالفت کرده بود، حالا اجازه میداد شاگرد قدیمیش آیت الله خامنه‌ای پا به میدان بگذارد. امام در پیام تنفیذ خود ایشان را به عنوان متفکر و دانشمند معرفی کردند. جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی
رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم. و من اینک در این محضر شریف در پاسخ به محبت و اعتماد یک پارچه مردم اعلام می کنم که به سهم خیش در راه استقرار حاکمیت اسلام که خواست ملت انقلابی ماست تا پای جان ایستاده ام، همانند یاران دیگری که در قربانگاه عشق به خدا و خلق جان دادند و به عهد و پیمان خیش وفا کردند. و سال 1364 به دستور امام برای بار دوم کاندیدای ریاست جمهوری شد. سال 66 وقتی در طی نامه نظرات خود درباره اصل ولایت فقیه را با امام در میان گذاشت، امام در پاسخ به این نامه به سابقه طولانی آشنایی با آیت الله خامنه ای اشاره کرد و نوشت: این جانبی که از سالهای قبل از انقلاب با جناب عالی ارتباط نزدیک داشتم و همون ارتباط به حمد الله تعالی تا کنون باقی است، جناب عالی را یکی از بازوهای توانای جمهوری اسلامی می دانم و شما را چون برادری که آشنا به مسائل فقهی و متعهد به آن هستید و از مبانی فقهی مربوط به ولایت مطلق فقیه جدن جانبداری می کنید می دانم. سپس امام مقام آیت الله خامنه‌ای را در میان دیگر یاران خود چنین توصیف کردند: در بین دوستان و متحدان به اسلام و مبانی اسلامی از جمله افراد نادری هستید که چون خورشید روشنی می دهید. آیت الله خامنه‌ای در اسفند 67 به کشورهای یوگسلاوی و رومانی و در اردیبهشت 68 به کشورهای چین و کره شمالی مسافرت می کند که با توجه به شرایط خاص ایران در دوران بعد از آتش بس بازتاب های بین المللی گسترده ای داشت. حاج احمد آقا در این باره تعریف می کند که آن ایام گوش به زنگ بود تا اگر امام زنگ خطر اتاقشان را فشار دادن فوراً به اتاق ایشان بروند. یک روز ساعت 7 غروب صدا زنگ خطر امام بلند شد. احمد آقا ابتدا فکر کرد که امام سکته کردند، اما امام در اتاق نشسته بودند و هر دو دست را جلوی زانوهایشان گرفته بودند و تلویزیون را تماشا می کردند. انقلاب اسلامی ایران یک پدیده عظیم با ابعاد بسیار مختلف است. از یک جهت ملت ایران بر علیه یکی از مقتدرترین حکومت‌های دست نشانده امپریالیسم آمریکا در منطقه قیام کرد و با دست خالی در مقابل توپ‌ها و تانک‌ها ایستاد و بالاخره اون رژیم را به کلی سرنگون ساخت. چرا باید کشوری مثل آمریکا به خود این حق را بدهد که در فرسنگ‌ها دور از مرزهای خود در منطقه خلیج فارس و یا در شبه جزیره کره نیروی نظامی خود را وارد کند؟ نه آمریکا و نه هیچ کشور دیگری حق چنین کاری را ندارد. ما قویاً از اتحاد دو کره بر اساس استقلال و وحدت صلح‌آمیز به اتحاد بزرگ ملی پشتیبانی می‌کنیم. سپس امام گفتند نگذارید دیر شود. چند بار من به شما و آقای هاشمی گفتم مطرح کنید آقای خامنه ای را، این عظمت را آدم می‌بیند کیف می‌کند. سعادت و توفیق رو باز هم داشته باشیم که از هدایت حضرت عالی و راهنماییتون استفاده کنیم. کمتر از یک ماه بعد از این واقعه بود که امام برای حل معضلات موجود در تدوین و تصویب قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام را ایجاد کرد و آیت الله خامنه ای را نیز به ریاست این مجمع برگزید. در این بارها امام در جلسات خصوصی با سران نظام
از آیت الله خامنه‌ای به نیکی یاد می‌کرد و ایشان را شایسته رهبری برای آینده می‌دانست. یه نفر رو مثل آقای خامنه‌ای پیدا بکنیم که متعهد به اسلام باشد و خدمتگزار و بنای قلبیش بر این باشد که به این ملت خدمت کند پیدا نمی‌کنه. و بعد از اینم که این انقلاب به اوج خودش رسید، ایشون حاضر و قبول همه جا تا آخر و حالا هم هست. اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخوان. آقایون، آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدن که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، اگر آقایون مایلن من نقل کنم. والا با تمایل اعضای خبرگان و نیز شهادت آقای موسوی اردبیلی بر صحت سخنان آقای هاشمی رفسنجانی، تاییدات امام از آیت الله خامنه‌ای بیان می‌شود. ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید، ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم و ما هم نگفتیم. واقعا ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن این مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. از اینجا تا پایان جلسه فاصله چندانی نمانده بود. آیت الله خامنه‌ای حاضر به پذیرش این مسئولیت سنگین نمی‌شد. در این حال آیت الله خامنه‌ای به جایگاه رفیع امام در نزد عوام و خواص نیز می‌نگریست. هنوز 24 ساعت هم از ارتحال امام نگذشته بود و اینکه فردی ولو با همه توانایی‌ها بخواهد این جای خالی را پر کند، چشم‌اندازی بود که هر انسانی را به تأمل وامی داشت. بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعاً باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. سنت بزرگان دین و علمای خود ساخته در طی قرنهای گذشته این بود که تا جایی که ممکن است از قبول سمت مرجعیت و زعامت پرهیز کنند. قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اما خبرگان این سخنان را نمیپذیرفتند. پیدا میکنه این قضیه. ناچار آیت الله خامنه‌ای به دو اشکال اشاره کردن. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. مسئله قانون اساسی مشخص بود. با توجه به اینکه در این مجلس اکثریت روی اجتهاد اتفاق نظر داشتند و شورای بازنگری قانون اساسی هم شرط مرجعیت را برداشته بود، آیت الله خامنه‌ای روی مسئله دوم تاکید کردند. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. در حقیقت آیت الله خامنه‌ای با طرح این مطلب که برخی اعضای خبرگان شاید در اجتهاد ایشان تردید داشته باشند و این مسئله ممکن است بر موقعیت و کارهای رهبری آینده تأثیر بگذارد، سعی می‌کرد خود را از این مقام خطیر و مسئولیت سنگین دور نگه دارد.
این چطور همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهند کرد؟ قطعا قبول نمی کنم. نه آقا، بعد از زهبر شدن آخر نه آخر امام یکی از این افراد آقای آذری قمی بود که کمی پیشتر در همین جلسه از رهبری آیت الله گلپایگانی و قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای صحبت کرده بود. آقای آذری قمی اما به عنوان موافق رهبری آیت الله خامنه‌ای از جا برخاست و اعلام کرد که به نظر می رسید که این پاسخ صریح و روشن آقای آذری قمی حجت را برای آیت الله خامنه‌ای در قبول وظیفه رهبری تمام کرد. با این حال آقای امامی کاشانی نیز نکته دیگری را درباره قبول مسئولیت رهبری آینده از سوی آیت الله خامنه‌ای اضافه کرد. آقای امامی کاشانی معتقد بود که مشکل قبول اجتهاد آیت الله خامنه‌ای وجود ندارد، چون بیشتر اعضای مجلس خبرگان که خودشان مجتهد هستند اجتهاد آیت الله خامنه‌ای را قبول دارند. افرادی اینجا عقیده ندارند که جناب عالی فقیه هستند، عقیده ندارند. اما این افراد هم که اینجا هستند ولی توی این خبرگان همه عقیده دارند که افرادی صاحب نظر هستند. در واقع مردم با رأی خود به اعضای مجلس خبرگان پیشاپیش از نظر شرعی و قانونی آنان را نایب خود برای انتخاب رهبری دانسته بودند و قانون اساسی نیز روی همین سازوکار تاکید کرده بود. من به هر حال مخالفم. با این حال بار مسئولیت سنگین بود و آیت الله خامنه‌ای مجدداً مخالفت خود را اعلام کرد. آیت الله خامنه‌ای با همان حالت مخالفت به جایگاه خود برگشت. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آیانی که برای رهبری آیت الله خامنه‌ای رأی گیری انجام شد، جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا موقت گفتم داره. نتیجه رأی گیری از فضای کلی جلسه مشخص بود. رأی بیستید بشماریم، این عدد باید روشن باشه. با خودم رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از دو سومه. بسیار خوب. با پایان رای گیری آیت الله خامنه‌ای تا اتمام بازنگری قانون اساسی رهبری کشور را به عهده می گرفتن. ساعت از 8 گذشته است. به خیابان ها که می روی همه جا شمع روشن کرده است. ملت برای تدفین امام در بهشت زهرا کنار مزار شهیدان انقلاب و جنگ آماده می شود.
زمین، ای خاک، چگونه دلت می آید که محبوب ما را در خیش بگیری؟ ای آسمان، چگونه زیستن را بی حضور او تاب می آوری؟ ای آفتاب، بی حضور چهره او تو را چگونه روی دمیدن و تابیدن پست؟ ای عشق، تو از این پس در کجا تلمز می کنی؟ ای مهربانی، تو از این پس سر بر دامن که می سایی؟ ای استقامت، تو از این پس توان از که می گیری؟ ای ایمان، تو از این پس در کدام قامت به تجلی می نشینی؟ کجایی ای عزیز، ای نازنین، ای ذخیره رحمت خداوند، ای سلاله پاک رسول؟ بیا که نگاه تو تسکین دلهای ملتهب ماست، بیا که استوارترین عمود خیمه انقلاب قامت توست و قرار ما با قلب توست و تو معنین لنگریست که دستهای تو اش نگاه می دارد. الله اکبر. کمتر از دو ماه بعد در ششم مرداد ماه 1368 همه پرسی بازنگری قانون اساسی انجام شد. کار رای گیری از چه ساعتی شروع شد؟ از ساعت 7 صبح. استقبال مردم چجوری بوده؟ استقبال خیلی خیلی خوب بود. 97.5% مشارکت کنندگان به این بازنگری رأی مثبت دادند. بلافاصله در 15 مرداد ماه 1368 اجلاسیه فوق‌العاده مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد. مجلس خبرگان پس از بحث درباره برخی روال اداری خود وارد دستور اصلی شد. بررسی مسئله رهبری با توجه به بازنگری انجام شده در قانون اساسی. برخی نمایندگان معتقد بودند به مصوبه جدیدی در مورد رهبری آیت الله خامنه ای نیازی نیست. اگر کاری را که خبرگان محترم در اون اجلاسی فوق‌العاده انجام دادن، رهبریشون را طبق قانون اساسی که اصل اجتهادشو همه ما قبول داریم و اونها چه رأی دادن و حتی اونها چه رأی ندادن اصل اجتهاد آقای خامنه ای را قبول دارن، پس بنابراین انتخابیشون به رهبری جامعه و به رهبری نظام امت اسلامی طبق قانون بوده و با این زودی و با این عجله ما احتیاج به جلسه نداشتیم که مثلا آیون را این همه زحمت بدن. این اصل حرف من هست. آقای جنتی اما معتقد بود که نظر به اهمیت موضوع باید جای شبهه باقی نماند، وگرنه از نظر شورای نگهبان که قانونا مسئول تفسیر قانون اساسی است هیچ مشکلی در انتخاب سابق خبرگان درباره رهبری آیت الله خامنه ای وجود ندارد. آقای هاشمی رفسنجانی به این نکته اشاره کرد که سرانجام آقای هاشمی رفسنجانی متن پیشنهادی را برای رأی گیری قرائت کرد. مجلس خبرگان در اجلاسیه فوق‌العاده مورخ 15/5/68
با توجه به اصول جدید قانون اساسی شرایط و صفات لازم در رهبری را منطبق بر حضرت آیت الله آقای حضرت علی حسینی خامنه‌ای دانست و بر این اساس رهبری معظم الله را که در اجلاس مبارک 14/3/68 به تصویب خبرگان رسیده بود موقع تأیید و تأکید قرار داد. 64 نفر در جلسه حضور دارند، موافقان با این متن قیام کنند. با انجام رأی گیری اکثریت قاطع خبرگان ملت رهبری آیت الله خامنه ای را مجددا تایید کردند. من تلاش کردم که نشه در خود مجلس، من کوشش کردم، تلاش کردم، استدلال کردم، بحث کردم که این کار انجام نگیره، ولی گرفت. اما حالا که شده، حالا که این بار رو دوش من گذاشتن، من اونچنانی که خدای متعال توصیه فرموده به پیغمبرانش که میفرماید خودها به قوتن، من این رو با قوت خواهم گرفت که انشاءالله امیدوارم مشمول لطف و ترحم الهی و مشمول دعای ولی عصر و دعای مؤمنین صالح انشاءالله باشم برای انجام این کار.